سلام و درود امیدوارم که حالتون خوب باشه توی این جلسه میخوایم با همدیگه یه سری افکت های حرکتی برای کاراکترمون اضافه کنیم که حرکتش فقط صرفا خام نباشه خب برای شروع دوستان قبل از هر چیزی من این قسمت سایکلش رو از حالت سایکل برداشتم و دیگه الان میدید که سایکل نیست دریش هم میخوام یه سری حرکت ها بهش اضافه کنم و بعدش بریم سراغ مجددا سایکل کردنش حرکت به خودی خود ببینید دوستان خامه خب خوب هست و حرکت خیلی تمیزه خیلی مرتبه ولی خامه خب این خام بودن حرکت رو باید برطرف کنیم با یه سری چیزایی که میخوایم بهش اضافه کنیم خب بریم با هم دیگه داشته باشیم من ترجیح اینه خب با حرکت چشم ها شروع کنم میام و چشم ها رو انتخاب میکنم آیس و میام جلو هر چند فریم یک بار چشم کاراکتر من بسته و باز انگار که پلک میزنه خب یک آدم طبیعی هم دقیقا به همین شکله خب ببینید من این رو سایکل میکنم تا یه, سی... یه فریمی که مثلا میدونم تکرار میکنم ببینید اینجاها تا جایی که نیاز من هست خب این از چشم چیز دیگه ای که نیاز دارم اینه ببینم حالت ابروها ابروها رو من پیدا کنم اینجا خب ابروها ببینید دوستان حالت عادی به این صورتن خب میخوام ابرو بعضی موقع ها یه ابرویم مثلا تغییر بده مثلا ببینم کدوم حالت بهش میاد ابرو اینجا به نظر من اوکیه و بعدش هم برگرده به حالت ابروی قبلی که بود نکنید خب ببینید ابرو نکن اینجا ها نکنید دوباره برگرد حالت قبلش من این رو حالت هاش رو ببینید یه اینجا یه بار و اینجا هم یه بار دیگه برمیگردونم با حالت قبل و به نظر خودم کافی چیز دیگه ای که باید تغییر کنه این حالت موی سرشه این حالت موی سرشه من یادم نمیاد توی جلسه اول نمیدونم فکر کنم این حالت رو اینجا بون گذاشتم یا نه اگر نذاشته بودید بون رو متصل کنید و بون سر و اینجا بون گذاری رو به همین شکلی که میبینید من انجام دادم انجام بدید خب من برمیگردم اینجا اینها رو انتخاب میکنم ببینم آیا انگل براشون فعال هست یا نه خب نه انگل فعال نیست خب من انگل رو برای هر دوی اینها فعال میکنم میزنم روی انگل تنظیماتش رو اول چک میکنم و پلی میکنم میبینید این تنظیماتی که من گذاشتم به نظر خودم خوبه حتی میتونه کمترم باشه تنظیماتی که مثلا اینو بزنم روی هفتاد اینو بذارم روی 90 اینو بذارم روی 50 حتی 50 که میگم ازون نیمه خب یکم ضربش کمتر میشه میبینید یکم ضرب کمتره دوباره کار دیگه که میکنم اینه که یک بون برای دماغ و بینی این کاراکتر میذارم خب میام اینجا یک بونی رو با وابسته به سر حتما این سخن سر رو انتخاب کنید اینجا انتخاب میکنم خب ببینید میتونید یک بون بذارید میتونیم یه جوری دیگه بکنید مثلا اینجا بیام دو بون بذارم خب ببینید اینجا اینجوری کاری که انجام میده وقتی دو بون میذارید یکم حرکت رو تر میکنه پشت سر هم دیگه خب من میام چیکار میکنم میام و اینجا استون نوز رو انتخاب میکنم و با توجه به این این بون رو بهش اختصاص میدم میتونم هم قسمت عقبی هم جلوی رو انجام بدم ولی نه من میخوام این قسمت جلوی فقط باشید و یه مقداری اینا رو عقبتر میکشم خب یعنی اینا مرتب تغییر پیدا کنه اینجوری بشه الان به نظر خودم خوبه و من این بون داینامیک رو برای این فعال میکنم حالت انگلش رو و کمش میکنم دقیقا مثل همون قبلیه خب بذارید ببینم این یک مقداری باید کمتر تغییرش بدم این قدرت اینجا رو کمتر کنم حالا ببینیم ادامه دار بودنش رو کم کنم این بهتر شد یه مقدار الان خب بذارید اینجا باشه مثلا به نظر من این الان نرماله خب این از این و حالا میرم سراغ گوش ها گوش ها کجاست گوش رو بچه خیلی باید کمتر ضربه بخوره موقعی که میخواد حرکت کنه من گوش رو پیدا کنم اول گوش رو امیدوارم آها ایناش امیدوار بودم که از سر جدا طراحی کرده باشم وقتی گوش رو انتخاب کردم میام چیکار میکنم حالا اول قبل از انتخابش اول استخون سر رو انتخاب میکنم و میام متصل به استخون سر یک بن اینجا رسم میکنم بذارید عقب تر رسم بشه یه دونه اینجا و یه دونه هم اینجا خب این بون رو که مسلما متصلش میکنم به گوش میام و براش یه حالت انگل تعریف کنم ولی خیلی کم این دیگه خیلی جزئی تر حرکت باید کنه ببینیم چی میشه ببینید حرکت خیلی ضعیف تر آتا که شاید یه مقدار کمتر. ببینید قدرت اینی که حرکت باقی بمونه رو کمتر میکنیم اینو من باز نمیدونم چرا برمیگرده باید قبلش اینو برگردن روی پونزده اینو برگردن پایین تر پایین تر و اوکی میبینید الان خیلی بهتر شد اوزا چشم کاراکتر منم طبیعتا اینجا پلک داره میزنه خب موهاش هم داره تکون میخوره و این یه حرکت دوست داشتنیه و میتونه حرکت خوبی باشه من حالا یک بار دیگه اینو سایکل میکنم و حالا میخوام نگاش کنم خب گوش به نظر خودم حرکتش زیاده خب من حرکت گوش رو اینجوری نمیپسندم میام حرکتش رو ببینم تا جایی که میتونم آیا کم میتونم کنم این حرکت گوش رو من یک بار دیگه انتخاب میکنم و نمیدونم چرا اینقدر اصرار داره که کم نشه احتمالا باز نرم افزار ما یک باگی چیزی خورده باشه امیدوارم که بریم توی این قسمت رو برگردیم دوباره برنگرده به حالت قبل خب اوکیه ببینید حرکت گوشت الان این گوش اینجا الان نرمال تره و این الان خوبه من حتی میتونم کمی هم کمترش کنم ولی خب باز خوبه ولی حرکت رو نگاه کنید موقعی که داره حرکت میکنه کاراکترمون یه حرکت نرماله یه حرکتیه که قشنگ شما یه حرکت خوب رو دارید اینجا و حالا کار دیگه که میخوام کنم اینه که کاراکترم رو الان از صحنه خارج کنم بیاد اینجا سکنی یک مقدار توی این کاراکتر حداقت یک مقدار از این صد پایین تر باشه چون قرار پا بیاد بالاتر میبینید موقع حرکت کردن یک مقداری پایین تره و اینجا من کاری بهش ندارم تا برسه به انتهای چیزی که من میخوام میگم آقا تو اینجا برس به این انتها خب الان یک بار دیگه کاراکتر من الان انگار که یه حس سرخوردنی داره یعنی اینی که بچه اینجا رو باید تنظیم کنید یعنی اینی که اینجا باید مثلا زودتر کاراکتر من به بیرون برسه ببینید بازم نیاز داره بیاد اینجا به این قسمت الان حس بهتریه من اینو بر میگردونم روی مثلا به نظرم 144 این برگرده 144 اینم به همین صورت 144 خب حالا کارکترم رو بذارین حرکت بدم طبیعتا یک کم بهتر حرکت میکنه ببینید حرکت خیلی قشنگ شد حالا دید نکته دیگه که وجود داره بچه اسموت نباید باشه حرکت حرکت وقتی کارکتر ما یه دفعه تون، آروم حرکت نمیکنه، توند بشه و دوباره آروم بشه معمولا ما ها یه نواخت حرکت بکنم حالا شاید تایشی کم آروم تر بایسیم. ولی وقتی حالت شو بزاری روی لاینر خب ببین الان چقدر بهتر میشه ببینید اون سرخوردنه رو کامل ازش گرفتیم و خیلی قشنگ توی صحنه ما میاد و رد میشه و تمام چشمش رو گوشش رو همه چیز اون حالت حرکت رو داره و این خیلی حس خوبیه و خیلی قشنگ این حرکت کردن کاراکترمون و شما حتی میتونید دستاش هم کمی تغییر بدید ما بیایم چیکار کنیم این قسمت جلوی دست ها فقط فقط جلوی دست ها. اینا رو بهشون انگل بدیم و خیلی کم خیلی کم بچه ببینید حرکت زیاد نشه کار خراب میشه خب ببینیم چطوری میشه دست رو یک بار دیگه چک میکنیم خب اشکال کجاست بچه الان این انگل دادنش این دا داینامیکی که بهش دادیم هیچ ایرادی نداره ولی دست خراب میشه ببینید اینجا باید کار کنیم باید برگردیم بیایم براش اکشن تعریف کنیم خب استخونه دست رو انتخاب میکنم من شما رو میبندم میام اینجا میام قسمت اکشن ها و اینجا براش اکشن تعریف میکنم میگم که وقتی روی حالت استخونه کف دست جلو هستم خب دو تا اکشن نیاز داره وقتی میرسم به فریم 24 خودم خب تو بذار ببینم این حالت خراب میشه این حالت بل هر دو حالت خراب میشه خب میگم تا اینجا بیا خب و توی این حالت کجاست این دست جلو فرانت هند توی این حالت بیا من اصلاح کنم که خراب نشی خب که اون اشکالی که اونجا وجود داره توی کار من دیگه برطرف بشه خب ببینید اینجا خیلی قشنگ میشه اینجوری باشه ببینید اینجا همه رو برطرف کنید نذارید کاراکترتون هیچ ایرادی داشته باشه خب ببینید خب می‌بینید الان اینجا اوکی این قسمت اوکی نگاه کنید رو به عقب و کار نداشته باشید وقتی برمیگرده رو به عقب حالا ما یه اسلای انجام میدیم اینجا خب ببینید ما مهم رو به جلو حرکت کردنه خب ولی اینجا رو به عقب که میگم یه اینجا هم میشه برای زمان برگشت وقتی میخواد برگرده به حالت نرمال و عادی خودش نکنید بر بذارید ما اینجا استخونم رفته بالا این استخون بالا رفتنه دوباره برگرده اینجا هم دقت کنید که دیگه توی برگشتش هم هیچ اشتباهی صورت نگیره این بر اساس مدل دست خودتون مدل دست کاراکترتون این دیگه متغیره کاملا ببینید شما میتونید هر اسلایی رو انجام بدید حالا من یک بار چکش میکنم خب بیام بیرون اینم روبه جلو رفتنش الان اصلاح شده آیا میبینید روبه جلو رفتنش درسته روبه عقب اومدنش مشکل داره الان این حرکت رو روبه عقب بعد اصلاح کنم بعد چیکار کنم همین بون رو مجددا انتخاب میکنم یک اکشن جدید براش ایجاد میکنم دقت این باید حتما روی این لایه باشید نمیشه کف دست دو و میام روی گاز فرم 24 این بار رو به عقب حرکت میدم دستم رو نمیخواد زیادم بچه اینقدر انقدر کافیه خب چون حرکتش زیاد اونجوری که فکر کنید نیست همین یه مقدار داره حرکت میکنه و میام چیکار کنم میام دوباره این بار همون فرانت هند رو انتخاب کنم و این بار بهش میگم که آقا وقتی به این نقطه هم رسیدی شما همین کفایت میکنه این انقدر باش شما تمام شد به همین سادگی و میام اینجاها ببینم آیا مشکلی توی حرکت وجود داره بازم یا نه خب میبینم که نه چیز خاصی وجود نداره شما حالا با دقت بیشتری اینو اصلاحش کنید وقت بیشتری بذارید فریم با بف... به فریم همه رو اصلاح کنید من الان برگشتم روی مین لاین حتما دقت کنید اینجا باشید تو اینجا باشید پلی کنید اشکال هنوز سر جشه. پلی میکنم میام عقب تر میبینید یه قوسی هم دست داره دیگه این قوسه به شما کمک میکنه که حس قشنگ رو انتقال بدید به همین سادگی ببینید دست شما یک حرکتی داره و برمیگرده به حالت قبلش میتونید دمپینگش زیاد و کم بشه حرکت شخصی سازی باشه برای شما دیگه مثلا این حرکت رو دمپینگش رو زیادتر کنید اسپرینگش رو زیادتر کنید و ترکش رو زیادتر کنید ببینید که یکم ضربش بیشتر میشه ولی امکان داره یک مقدار مصنوعی تر به چشم بیاد همین به نظر من این حرکت انا حرکت خوبیه شما میتونید با استفاده از همین تکنیک هر کاراکتری رو که دلتون میخواد واکس رو انجام بدید ما توی جلسات بعدی سری دیگه میدیم ولی حرکات تمام حیوانات رو شبیه سازی میکنیم چارپایان نمیدونم ماهیات پرندگان اینا رو همه رو قرار حرکاتشون رو پرواز کردنشون رو چارنل رو همه رو با هم دیگه شبیه سازی کنیم که یه آموزشی رو توی سطح نت داشته باشیم که اصلا نمونهش وجود نداشته باشه فقط تنها کاری که شما میتونید برای ما بکنید اینه که برای ما کامنت مثبت بذارید و یا اینی که اگه سوالی دارید توی کامنت از ما بپرسید و ویدیو رو لایک کنید تا درود دیگر بدرود دوستان جان